با شما هستم در بخش کتاب و امروز آقای اسدالله علیم خاوری مهمان ما هستن، پژوهشگر و نویسنده. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. تشکر از دعوت شما. نخست اگه اجازه بدین سلام های گرم خدا به همتاران خود در خارج از کشور و در داخل کشور تقدیم کنم و همچنین سلام های گرم و گرم خود نثار شما. زنده باشین، بسیار خوش آمدین به کشور، به افغانستان خوش آمدین و ما هم به کسانی که بیرون از افغانستان هستن، خصوصا با استرالیا زندگی میکنن، سلام تقدیم میکنیم. از کار و روزگار و زندگی میشه قصه بکنین در بیرون افغانستان، خصوصا با استرالیا چگونه سپری میشه زندگی؟ سپری میشه زندگی در استرالیا، یک دایی هستن که خوش هستن، بله، و اگه دی هستن که زیادتر با یاد وطن، با درد وطن هستن و اینا صادقانه ناخوش هستن، که از اون جمله یکی هم شاید ما باش. بله. از اون خاطر دستیز به کشور میارم، میایم در هر دو سال میایم یا حتی یک سال میایم و با دیدن هموطن ها و شاید هم با کار و فعالیت هایی که جنبی خدمت به هموطن ها داشته باشه، زبان خود سپری میکنم. خیلی خوب. تحقیق یا پژوهش از چه زمانی آغاز کردین و نویسندگی را؟ تحقیق و پژوهش هم از 7 سال قبل شروع کردم. این آغاز کردم و تصمیم گرفتیم که با دوستایی که در اینجا هستن یک امیر روی مجله های پژوهشی یا تخصصی به چاپ برسانیم که در چند مورد خاص از جمله در مسائل تصوف، از مسائل در خانواده که بسیار مهم است در استرالیا این مسئله و مسئله ازدواج و طلاق و به می شکل مسائلی که یکی مسئله بسیار عمده که کشور رنج میته و میلیون ها نفر ما به او مرض مبتلا هست که این مسئله معتاد شدن است. به این مسئله هم پژوهش کردیم، تحقیق کردیم که چرا همینطور شده و میشه و چقدر ما معتاد داریم و چرا های حلی هست. کمی خودش هر مدتش هر مطلب چند ماهی را دقل بله و پیدا کردن راه های حل و علت هاستیم و پیدا کردن راه های حل گفتیم، نوشتیم، این که شنیدند، خواندند و افراد مسئول امیدوار است تا حدی حداقل عمل کرده باشه. آقای خاوری، ما میخوایم از این آوا صحبت بکنیم، آوایی که به دستم است، آوای نی، از صدا میخوایم صحبت بکنیم. یعنی یکی از مجلات تحقیقی؟ بله، یکی از این مجلات تحقیقی است. بله. چه زمان کار بالای از این صورت گرفت؟ از سال 2012 تا 2015. و این به کدام زبان ها است؟ این به زبان فارسی، انگلیسی و پشتو. این کسایی که با بیرون از افغانستان با استرالیا زندگی میکنن به دست ازشان قرار گرفت؟ یقینا این بر ما از اینجا پست میشد. شماری اولش همونجا من چاپ کردم، بعدش بر ما دوستایی را میفرستادن و در اونجا در سمینارها و جای محل تجمع بسیار خوبی که در اونجا مساجد است، الحمدلله در مساجد در شریف و در این محل های توزیع میشد، البته به صورت مجانی. بله. در مورد کتابایتان بر ما بگوین، کتابایی که شما نوشتین اکثرا چه نوع کتابایی هست؟ خب یک بخش عمده از نوشته‌ها همین مجله ها بودن. بله. و این کتابی که شما میبینین روی دست است، شیشه و سنگ. بله، شیشه و سنگ و باز اینجا هم کبوترهای از صلح است. همین دیگه که صلح هست صحبت میکنن. بله. امید است که برسیم به مصالح دیگه. در حالت پرواز هم در حالت پرواز است. بله. 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 و در وسطش هم یادداشتایی هستن، فکر میکنم که چیزای هم هست اینجا که باید گفته شود. بله بله، یقین. بله. خب البته این کتاب به زبان فارسی هست و به زبان انگلیسی هم، چون دوستای ما در اوجه زیادتر جوانه ها. بله. جوانای ما اکثرا با تاسف از زبانهای ملی ما دور هستند که بخوانند بتانند، گرچه زیاد کوشش میکنیم. بران چند صفحه شعرهای انگلیسی هم چاپ شد. بله، گاه گاهی پس شعر هم می نویسین؟ بله بله، همی اصل چیز ما بخش عمده کار ما شعر نویسیم. یک چیزی می خواهیم بشنیم؟ لطف کنیم. از وسط همین کتاب. خب
قبل از اینکه ما شعر عزیز بخوانم بر شما، علت یکی یه سر به چاپ رسید و بالاخره دسترس هموطنا قرار گرفت. این اولین کار کتابتان بود یعنی؟ بله، اولین کار بود. این اثر احساس از درد ملتم، دردی که سقلت حمل آن همسان صدها فرد با احساس دیگر کشورم، کمرم را خمیده گشتانده است می باشد. و اما برای آزادی زیستن با کولبار زخمها باید بیشتر است. همین مقدمی است که من در کتاب نوشتم. اینا لیه میخواین شعری بخواین از اینجا بنویسید؟ اگر امکان داشته باشد، دیگلمه از شما هم خواد شنیدیم و بیشتر با چه قالب شعر می نویسین آقای خاوری؟ شعر نو یا شعر سپید. سپید. یا شعر نیمایی یا گاه گاهی. و در مورد این کتاب های دیگه تونم بر ما اگر معلومات بتیم؟ این کتابی است که من زیاد یکی از پروژه هایی که من سرش کار کردم همین کتاب بود. این کتاب یکی از شعرهای شهید ما هست. بله. شعرهای مطرح در جامعه ما هست فعلا. شاعر که به نام داود سرمد است. بله. که کتابش فقط تازه دیروز از چاپ برآمد و فردا انشالله رونماییش صورت میگیره. انشالله. و این کتاب با چاپ رساندیم به مخاطر خدمت شما. جناب خاوری صاحب، چقدر وقت زمان گرفت تا این کتاب تانستین که؟ این کتاب از طرف خودم تهیه و تنظیم نشده، از طرف برادرم حامد جان تنظیم شده. متأسفانه در این مسائل چاپش کمک کردیم. حداقل این کتاب مدت 4-5 سال در بر گرفت. 4-5 سال. علت چی بود که شاعر خودش نبود در بین ما و شعرهایش هر جایی بود دیگه. یاد اروپا، یاد افغانستان، یاد زیر خاک دفن شده بود و اینا را کشیدیم و کشیدن جمع کردن و بالاخره و پهلوی هم گذاشتن و همی سرود رزم پیاورم ساخت. چه تعداد از این کتاب چاپ شد؟ 1000 جلد. بله، میخوایم که از فرهنگ مطالعه هم از شما بشنویم. گاه گاهی که میان به افغانستان و آیا به نظرتان جوانان و هموطنان ما علاقمند مطالعه هستند در این سرزمین؟ خصوصا حتما رفتین و کتاب فروشی های بزرگی که بله بله مکرم یکی از کارهای ما است که میایم به کتاب فروشی ها و اگر امکانش و تا جایی کتابی خرید میکنم در دست مؤسسات تعلیمی قرار میتم. با تاسف همین فرهنگ مطالعه روز در روز این میدیای مجازی که هست و این موبایل ها به صورت فیزیکی در صورت مردم قرار داره، این فرنگ قسمی که حال من میبینم کم ساخته. اما امیدوار هستم که از طریق رسانه ها که از جمله از شما هستین امید تشویق شده برادرای ما، جوانای ما که دوباره به این فرهنگ روی بیارن یا اگر روی آوردن زیاده تر. بله، در پایان جناب خاوری صاحب چقدر احساس رضایت و خوشبختی میکنین از زندگیتان خودتان؟ الحمدلله رضایت خوش و خوبی میکنیم و یکی از دردهای عمده که در پهلوی رضایت است نارامی کشورم، نارامی مردم ماست. بله، امید از به آرامی تبدیل شد. انشالله و این زبان برمیگرده که همه ما یک دست شویم و همه ما با یک شعار و کار بکنیم به خاطر آبادی این سرزمین و او زمان میتونیم که به صلح برسیم که انشالله تلاش های هم به خاطر آوردن صلح در این سرزمین جوریان داره. ما هم دعا میکنیم که به خیر برسیم. بسیار خوش آمدید. تشکر. لطف کردیم. بسیار زیاد خوش آمدید. روز خوش برشم. وقفه میگیریم و بعد از وقفه شما برنده بخش سرخط باشین.